پایه این با هم تاریخچه جی تی ای رو بررسی کنیم؟ بزن بریم. حوالی دهه 90 میلادی که کمپانی اسکاتلندی دی ام ای دیزاین که بیشتر به خاطر بازی گوگولی مگولی و در این حال سادیستیک لمینگز شناخته می شد، ساخته بازی دزد و پلیسی رو شروع کرد که اون زمان بهش ریس اند چیس می گفتن. 4.5 سال ساخته این بازی کار آسونی نبود. البته مثل خیلی از بازی های دیگه، ایده ساختش به مرور پیشرفت کرد. طراح احساس میکردن که بازی کردن تو نقش پلیس دیگه اونقدام جذاب نیست. حتی ایده یه بازی ترسناک که بازیکنان باید از زامبیا فرار کنن هم به ذهنشون رسید. اما اعضای این تیم دوست داشتن یه شهر زنده رو به تصویر بکشن که توش حرکت زیاد باشه. جالبه بدونید که یه باگ باعث شده بود پلیس زیادی خشن بشه و خودش البته بازی رو هیجان انگیز سر کرده بود. انگار پلیس به جای اینکه از شما محترمانه بخواد ماشو بزنین کنار، واقعا گیر داده بود تا دستگیرتون کنه. برای همین اونا فکر کردن که دوست دارن اسم بازی به جای Race and Chase به یه اسمی تغییر کنه که فاز مجرمانه بازی رو بیشتر نشون بده. برای همین ایده Grand Theft Auto به ذهنشون رسید. سم و دن هاوزر توی انتشار بازی که ما الان به عنوان جی تی ای میشناسیم نقش زیادی داشتن. توی بازی شما نقش مجرم تازه کار رو دارین که میخواییم با انجام 3 کار تو 3 شهر خیالی سن آندریاس، وایس سیتی و لیبرتی سیتی معروف بشین. کارهای شما مشخصن. بعد به این سراغ آبران پیاده، باردار و دسته های دیگه در بیفتین، با ماشین فرار کنین و کلا دست خودتونه که چطور و کی این کارا رو انجام بدین. اما حتما باید به هرج و مرج برسید تا بتونید مرحله رو تموم کنید. هر چقدر دردسر بیشتری درست کنی، لول شما بالاتر میره و البته پلیس هم ولتون نمی‌کنن. شما میتونید مثلا با رنگ کردن ماشینتون یه مدت از دست پلیسا خلاص بشین، اما هر چقدر هرج و مرج بیشتری درست کنین، مرحله هم سخت‌تر میشه. سال 1999 سال شروعی برای جی تی ای بود. توی اکتبر این سال جی تی ای 2 بیرون میاد. ماجرای جی تی ای 2 توی شهر تو آمریکا میگذره. شما هم مجرمه هستین که با گروه های مختلف کار میکنین. مثلا اگه توی گروه معروف میشدین میتونستین با اون تیم کارهای زیادی انجام بدین، اما اینطوری رابطتون با تیمای دیگه تیره و تار میشد. شروع بازی با فیلم جی تی ای 2 بود. فیلم کوتاهی که دن هاوزر نوشته بود. تو این فیلم اسکات ماستین نقش مجرمی رو بازی میکرد که از دست پلیس فراری بود. تو این فیلم هم عین بازی شخصیت مجرم باید برای اینکه بتونه از دست پلیس فرار کنه رنگ ماشینش رو عوض میکرد. این فیلم واقعا یه فیلم دهه 90 بود. GTA 3 سال 2001 اومد. از نظر گیم پلی این نسخه یه دنیای دیگه بود. و نمیشه تأثیر 3D شدن بازی رو نادیده گرفت. لیبرتی سیتی شبیه هیچ کدوم از بازیایی که تا الان دیده شده بود نبود. ترکیب زندگی و فرصت شرارت بی‌نظیر بود. البته همزمان شدن انتشار بازی در نیویورک با حادثه 11 سپتامبر باعث شد تا بازی با 3 هفته تأخیر منتشر بشه و البته سم بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کرد. GTA Vice City سال 2002 بیرون اومد. اعضای تیم به خاطر عشق سم به میامی وایس سراغ میامی دهه 80 رفتن. سم اعتقاد داشت میامی دهه 80 هیجان انگیزترین دوره جرم و جنایت بوده.
حالا پروتاگونیست ساکت جی تی ای 3 شخصیت پرشر و شورتری پیدا کرده بود. این اثر هم مثل نسخه های قبلی مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت و البته نقد ها هم کم نبود. خیلی ها بازی رو بیش از اندازه خشن می دونستن و اون رو عاملی می دونستن برای افزایش جرم و جنایت. GTA San Andreas سال 2004 بیرون اومد. وقتی San Andreas بیرون اومد هم رکورد نسخه قبلی رو زد و هم تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین‌های تاریخ شد. ماجرای San Andreas در سال 1999 توی کالیفرنیا خیالی رخ میده. یک گنگستر قدیمی به اسم سی جی بعد از مرگ مادرش به خونه برمیگرده و متهم به قتل پلیس میشه و همین باعث میشه که دوباره به دوستا و زندگی گنگستری قبلیش برگرده. شما میتونستین سی جی به خواست خودتون شخصی سازی کنین، لباس و مدل مو و تتوهای اون رو تغییر بدین. یه سری مهارت‌ها هم مثل رانندگی، شلیک و دویدن به مرور با استفاده بیشتر بهبود پیدا می‌کردن. شما برای کسب پول بیشتر مینی گیم‌های زیادی داشتین و میتونستین با اعضای گنگ خودتون کلی کار خارق‌العاده انجام بدین. Liberty City Story سال 2005 منتشر شد. ماجرا درباره شهر لیبرتی و تونی سپریانی که به تبعید رفته دوباره بر میگرد و با کالی ماجرا مواجه میشه. البته که Liberty City هم مثل نسخه قبلی قوقا کرد. Liberty City همچنان تو فروش پیشتازی میکرد تا اینکه Vice City Stories تو سال 2006 اومد. نسخه جدید در واقع مربوط به قبل از بقای Vice City میشه و شما در قالب ویک ونسیفای نقش میکنید. این نسخه بایده گرفتن از Vice City و San Andreas تغییرات زیادی توی گیم پلی خودش داد. شما باید برای حفظ کسب و کارتون توی نسخه تمام تلاشتون رو به کار میگرفتید. GTA 4 سال 2008 بیرون اومد. اعضای گروه میخواستن تا بازیکن دنیای بازی رو کاملا حس کنه و روی واقعی بودن اون تمرکز زیادی کردن. برای این کار تحقیقات زیادی درباره نیویورک انجام داده شد. قرار نبود محیط دقیقاً عین نیویورک باشه، اما باید ویژگی اصلی اون رو می‌داشت. قرار شد کاراکترها کمتر کارتونی باشن و بیشتر با آدمای واقعی شبیه بشن. تریلرهای اولیه این حس رو به مخاطب میدادن که انگار GTA اون طنز قبلی رو از دست داده و قرار مسیر جدیتری رو پیش بگیره، که البته یه جورایی هم اینطوری شد. درسته که یکم جدیتر بود، اما GTA 4 هنوز هم پر از کاراکتر بی‌ربط و بامزه بود و دقیقا همونی بود که میخواستیم. با وجود ارجاعات متعدد نسخه‌های قبلی GTA به آثار سینمایی، اما این نسخه اصرار داشت خیلی حال و هوای سینمایی به خودش نگیره و به جای اون تاکید روی گفتن یه داستان جدید درباره نیکو و تلاشش برای رسیدن به رویای آمریکایی داشت. نیکو دوباره به زندگی مجرمانه‌ای که بهش فحش کرده بود برمیگرده. GTA 4 یه موفقیت بی‌نظیر بود. هم منتقدا و هم بازی‌بازا عاشق شده بودن و فروش اون فوق‌العاده بود. نسخه فرعی The Lost and Damned در سال 2009 منتشر شد. قرار بود ما با یه دنیای بزرگ و خارق‌العاده روبرو بشیم، اما آنچنان هم فوق‌العاده نبود. ماجرا تو همون زمان GTA 4 می‌گذره. اینجا هم به سری از چهره‌های آشنا مثل نیکو رو می‌بینیم، اما بازی از دید جانی اجرا میشه. این نسخه بیشتر روی برادری و موتورسواری تمرکز داره تا رشد و پیشرفت مجرم‌ها.
و البته GTA 5. دیگه با گذشت زمان تیم سازندگان به بیش از 1000 نفر افزایش یافتن. حالا دیگه پروتاگونیست‌های این سری نه یه نفر، بلکه 3 تا شدن و شما میتونید بینشون جابجا بشید. 3 تا کاراکتر شما هر 3 تاشون فوق‌العاده‌ن و هر کدوم داستان خودشون رو دارن که شما رو مجذوب خودش میکنه تا دنبالش کنید. در نهایت این 3 تا دور هم جمع میشن تا یه پول قلمبه به جیب بزنن. شما اینجا هم باید دست به کارهای خطرناکی بزنید. اعضای تیم تحقیق زیادی کردن تا محیط خارق‌العاده‌ای خلق کنن. در نتیجه نقشه بازی بی‌نظیر بود و کلی کار میشد توش انجام داد. تنوع کاراکترها در کنار فضای متعدد و انواع وسایل نقلیه باعث شده بود هیجان بازی خیلی بیشتر بشه. این بازی پر از مأموریت‌های فرعی و رمز و رازهایی بود که باید حل می‌کردید. این نسخه دیگه بزرگترین نسخه GTA از نظر گیم پلی بود و به عنوان یک موفقیت چشمگیر برای این مجموعه محسوب می‌شد. این اثر فقط تو 3 روز 1 میلیارد دلار در آورد. شهرت GTA باعث شد تا شبکه BBC در سال 2015 فیلمی به نام The Game Changers رو منتشر کنه که درباره کشمکش‌های حقوقی سم هاوزر و جک تامسون در جریان انتشار وایس سیتی بود. بازیگر هری پاتر دانیل رادکلیف در نقش سم هاوزر و بیل پکستن بازیگر الین هم در نقش جک تامسون ایفای نقش کردند. البته که تیک تو اینتراکتیو علیه این اثر اقدام به شکایت کرد و خود طرفدارای GTA هم خیلی ازش خوششون نیومد. GTA هنوز که هنوز پیشتاز و جز پرطرفدارترین ها در صنعت بازی محسوب میشه و طرفدارانش هنوز هم نسخه‌های قبلی رو مرور میکنن و منتظر آپدیت ها و آثار جدید این مجموعه هستن. امیدواریم این نقطه بررسی به کارتون بیاد. یادتون نره ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید.